يمن الله كتابك، يسر الله حسابك، يمن الله كتابك، يسر الله حسابك في عداد المتقين، في عداد المتقين يا شهيد. يمن الله كتابك يا شهيد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان ارجمند، با عرض سلام و ادب و احترام به شما در سراسر جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به ویژه برنامه درباره شهدای اهل سنت ایران که امروز انشاءالله مصاحبه خواهیم داشت با یکی از همراهان مولوی قلندرزهی که ایشون ترور شدن رحمت الله علیه، و یک از همراهان ایشون با ما این مصاحبه رو خواهند داشت. این خبر بسیار مهم که درباره بازم یکی از شهدا و قربانیان این حکومت خونخوار و شوم جمهوری ضد اسلامی رافضی صفوی ایران میباشد. قبل از اینی که، چون وقت زیاد نیست دوستان، فقط معرفی میکنم برای شما عزیزان وبسایت جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران که در این وبسایت این خبر اومده. تسلیت به همه مبارزین که درباره شهید مولوی قلندرزهی میباشد که ترور شدن دست حکومت خونخوار جمهوری ضد اسلامی ایران. به شما برادر عزیز، شما اسمیشان مولوی محمد قلندرزهی، مشهور به اسماعیل، یکی از کادرهای برجسته سابق حزب فرقان اهل سنت ایران بودم. بله. دیروز در حمله ناجوان مردانه مزدوران در شهر کوئتا پاکستان به شهادت رسیدم. ایشان یکی از سرمایه های نظامی ملت اهل سنت ایران بودم و هیچ دشمنی همین ها جز دولت ایران و نظام ولایت فقیه نداشتم. بله. ایشون توسط مزدوران دولت ایران به شهادت رسیدن. بله. و زدن اتهام این چیز تازه ای نیست که به این برادر یا به من و تو اتهام بزنن. درست. این اتهام به صورت های گوناگون به ملت اهل سنت ایران، بله، خصوصا برادران بلوچ زده شده، به نام اشرار، به نام قاچاقچی، سفیدریشان ما، علمای ما، و نه تنها ملت اهل سنت ایران بلکه ملت تشیع، کسانی به نام های قتل های زنجیری و غیره، بله، کشته شدند، از ادیان دیگه ای که توی ایران هستند. و این امپراتوری به صورت های مختلف، بله، هر اتهاماتی که دلش بخواد میزند. اگر لطف فرمایید گروهی که ایشون به اون منتسب بودن، اگر این گروهی رو معرفی بکنید، با چه گروهی بودن، حزبی بود، چه گروهی بود؟ بله، ایشون از کادرهای سابق حزب فرقان اهل سنت ایران بود. بله. 12 سال با حزب فرقان اهل سنت ایران بود و تنها وابسته به حزب فرقان اهل سنت ایران هم نبودن. ایشون تمامی گروهایی که مخالف ایران بودن و خصوصا کسانی که در زمینه نظامی فعالیت می‌کردن، همه اینها با این برادر روابط نزدیکی داشتن. بله. هم از گروه جندالله باشه یا گروه های دیگری که. برادر عزیز، شما به عنوان یک همراه مولوی قلندرزهی و هم همراز و همراه ایشون، به نظر شما با اینی که دولت به اصطلاح جدیدی تشکیل شده که در رأس این دولت یک آخوند انتخاب شده و اونم با رأی اهل سنت ایران، یعنی بدون رأی اهل سنت ایران، دیگه این متفقون علیه می باشد، هیچ کسی اینو نمیتونه انکار بکنه، بدون رأی اهل سنت ایران این آقای روحانی، این آخوند هرگز به این مقام هم نمیرسید. به نظر شما با اینی که با تشکیل دولت جدید و آخوندی اصلاحگر به اصطلاح، چطوری شما اینو توضیح میدید برادر عزیز که با اینی که دولت جدیدی اصلاحگری به اصطلاح آمده؟ بله،
با این حال بازم ترور اهل سنت ایران نه که یعنی کم نشده، بلکه الان همونطوری که حتما شما هم میدونید این 26 تن اهل سنت کردستان ایران که حکم اعدامشون صادر شده و هم و ترور الان اخیراً مولوی قلندرزهی، اینو شما چی دوری به نظرتون اینو میشه توضیح داد که با یعنی با این حالی که دولت جدید اصلاحگر به اصطلاح آمده تشکیل دادن ولی ترور اهل سنت یعنی هیچ نهایتی ندارد؟ اینو متاسفانه این بار دوم است که یک آخوند با رأی اهل سنت در زمان خاتمی هم این اتفاق افتاد، ولی این اصطلاح طلبی های اینها فایده اهل سنت ایران نداره. چند قطر از زندانی های اصلاح طلب هم رزمان و هم سنگران قدیمی همین ولایت فقیه هستند. دقیقاً اصلاح طلبی اینها برای خود اونها فایده دارد، اهل سنت هیچ تأثیری نداره. تأسفانه بله. و این ترور این برادر و شهادت رسانیدن این برادر یک پیامی بود که برای شما همون آش و کاسه قدیمی هست، اهل سنت بخاطر خدا گوی نخورید. سبحان الله. خب این نظر شما برادر عزیز، حتما که شما میدونید خبر دارید از علما، از علمایی که دعوت به تحریم این انتخابات ایران کردن، دکتر عبدالرحیم ملازاده میباشن که به ویژه به اهل سنت ایران گفتن رأی ندهید، گول اینها رو بازم نخورین، هیچ تغییری نمیده، بلکه مهر مشروعیت به این آخوندها داده میشه و به این حکومت. به نظر شما این ترورها، این ترور که الان شده با مولوی قلندرزهی ترور شده و 26 تن اهل سنت هنوز و اون که جای خود 26 تن در کردستان در مولوی نقشبندی و همراهان ایشون همه اینا حکماشون صادر شده، آیا همه این واقعا دلیل بر این نیستش مادر عزیز که این همه اهل سنت ایران هی تو چالش میافتن و تکرار میکنن به این اشتباه رو و رأی میدن به این حکومت؟ آیا به نظر شما این رأی، این رأی دادن واقعا رأی اشتباهی نیستش؟ نظری اشتباهی نیستش به این آقا حکومت و هر حکومتی با هر چهره که میخواد بیاد اصلاح نمیدونن طلب یا غیره که آدم مهر مشروعیت رو به اینها بده و اینا چند هفته بعد از اینی که انتخاب شدن با رأی اهل سنت ایران حکومتشون طبق معمول میاد حکم اعدام صادر میکنه و ترور میکنه و غیره؟ آیا این دلیل دال بر این نیستش که هیچ فایده ای نداره رای دادن به اینا چه به اصلاح طلب باشه چه به غیره؟ به نظر من تا وقتی که نظام ولایت فقیه حاکم هستش و این امپراتوری نظام ولایت فقیه هستش رای دادن هیچ فایده ای نداره، بله. نه برای اهل سنت تنها بلکه برای هیچ کسی که آزادی خواه باشد یا بخواهد که نفس و عدی درست. بعد از این موضوع پناهندگان ایرانی به ویژه در پاکستان، آیا این ترور اخیر مولوی قلندرزهی برای عزیزان هموطن که اکثریتشون بلوچ هستن، پناهندگان ایرانی در پاکستان، آیا وحشتی در میان این هموطنان در مثلا کشور پاکستان ایجاد نمی‌کنه و خطری برای جان اینها اگر در منای عام اینها میان ترور میکنن مولوی نقشبندی زهی رو؟ که اتفاقا من نمیدونم، شاید صدا خوب نبود، اگر بازم این رو توضیح بدید در کجا بود، آیا در روز بود اینا ترور میکنن، در چه شهری بود و که یعنی مردم بر حذر باشن، یعنی هموطنان در کشور پاکستان. ایشون در شهر کویته پاکستان دیروز به شهادت رسیدن، بله، مبارزین یا مهاجرینی که اینجا هستن از این اقدام جمهوری ایران نترسیدن و نمیترسن، بله. اونا انتظاری جز این کارها و این چیزها جمهوری ایران ندارن، بله. جان ها مسلمان در خطر هستش، حضور ایران هر کجا هستن، درست، احساس خطر همه ما میکنیم، درست. سبحان الله استاد، این وقتی که باقی مونده باز استفاده کنیم که بازم
بیشتر ببخشید معرفی بکنیم شخصیت مولوی قلندر ذهیب. اگر شما لطفا توضیح بدهید در این زمینه فعالیت فرهنگی و نظامی ایشون چه فعالیت هایی داشتن، ببخشید در این زمینه های فرهنگی و نظامی، که بیشتر آشنا بشیم با فعالیت ایشون. چون همونطوری که شما میدونید، بنده میدونم، اهل سنت ایران به خوبی میدونه، حتی شیعیان عزیز که این همه رنج دیدن از این حکومت، برای این حکومت که اینا کاری نداره یه مهری بزنن به مبارزین اهل سنت، حالا نمیدونم وهابی، سلفی، تروریست، تجزیه طلب، یکی از این مهرا رو خواهند زد، یعنی در این که ما شکی نداریم. ولی از زبان شما بشنوین، از زبان همراهان این شخص رحمت الله علیه که دیروز شهید شدن، ترور شدن در واقع، اگر شما برای ما مختصر توضیح بدید چه فعالیت های نظام. چرا مولانا قلندر ذهیب صاحب اسلحه رو بوده رفت آن بله. یا بسیاری از مبارزان دیگر در این مملکت. من جلوترم گفتم که اگر کسایی که قلم برداشتن، قلم اونها شکسته نشده، گردن اونها را این دوره شکسته، کسی مالای منبر رفته، جو منبر رو نشکسته، بلکه اون شخص و هم همراهش کمر اون شخص شکسته. زبان قلم و زبان منبر رو این دولت با گلوله و با اعدام و با اینها جواب داده. این خاطر تنها رایی که مونده بود دست بردن به اسلحه ارتش. این برادر ما مؤسس در زمینه فرهنگی، مؤسس وبسایت حزب الفرقان اهل سنت ایران بودن و یکی از کتابی اهم جمع‌آوری کردن، تاریخی دستاویز به چهار زبان انگلیسی، اردو، فارسی و عربی و اینو پخش کردن. و در زمینه‌های نظامی در خراسان، در کله مل، طایبات، تربت جام، خاف و سکتان و در بلوچستان در مناطق زاهدان، منطقه پیر سوران و در منطقه شابهار، اینها عملیات‌های نظامی داشتن. فقط این عملیات های نظامی اینها بر روی نظامیان و نیروهای سپاه پاسداران. این نکته بسیار مهم که اینجا هم خواستم یک سوالی بکنم، چون که بدون شک حکومت ضد اسلامی ایران خواهد اومد و هر گروهی که از حقوق خود دفاع میکند یا تجزیه طلب میخوانند یا به گروه تروریستی نسبت میکنند. آیا این حزب حزب الفرقان، گروه حزب الفرقان که ایشون تشکیل دادن، در این زمینه نظامی آیا این مثلا اهداف اینها نمیدونم بیگناهان، مردم عامی، نمیدونم مسجد شیعه و این حرفا بودن که اینا فردا بیان این تهمت ها رو بزنن؟ قبل از این یادآوری بکنم، جنایت جنایت است، هر کس بکنه، دوست. اسرائیل بکنه، من بکنم، تو بکنی، ایران بکنه، جنایت جنایت است. دوست. کشتن آدم های بیگناه و زنان و کودکان و اطفال و حمله به عبادتگاه ها، این ها در مذهب اهل سنت و جماعت حرام است. ده. و عملیات های نظامی، هدف این ها و نشانه این ها فقط نظامی ها بوده. ده. عرض کنم حضور شما که روش ایشون، منهج ایشون در این مبارزه نظامی آیا اون چیزی است که جمهوری اسلامی، استغفرالله، جمهوری ضد اسلامی صفوی ایران اصولا این تهمت ها رو به تمام گروه های اهل سنت میزنه، حتی غیر نظامی تهمت های نمیدونم تروریستی میزنه، حالا چه برسه به نظامی؟ بنابر این من این سوال رو عرض کردم که یعنی روش ایشون چی بودن و شما توضیح دادید که اهداف گروه حزب الفرقان هرگز بی‌گناهان نبودن. یادآوری کنم مؤسس حزب الفرقان نبود، ایشان یکی از کادرهای حزب الفرقان اهل سنت ایران بودن و بعدش تهمت زدن الان برای ایران و برای چیز عجیبی نیست. بله شعار خوب میلدن بدن این حکومت. بله سده اینها حاکم هستن. بله تهمت های نگونی نه تنها روی ملت اهل سنت ایران، بلکه روی اهل تشیع و روی کسانی که ادیان دیگر رو پیروی میکنن، مثل یهودی ها، مثل بهایی ها و غیره، توی همه اینا تهمت زده. بله درست است. و الان رسانه های گروهی، تلویزیون ها زیاد شده است. بله اینترنت در اومده است و ملت الان هوشیار شده
بله. برادر مسعود عزیز، آخرین نکته سوالی که من اینجا یادداشت کردم و خیلی مهم است، چون که همینطوری که شما هم حتما میدونید، حکم بیش از 25 تن اهل سنت کردستان ایران صادر شده و این در کردستانمون هست. در بلوچستانمون حکم اعدام مولوی نقشبندی و همراهان ایشون صادر شده. یعنی این حکومت انگار تشنه خون اهل سنت هستش و این همه حکم اعدام صادر شده و یعنی خدا نکرده همین روزها عده‌ای از اهل سنت کردستان رو در اون زندان، در اون گوانتانوبه ایران، در اون زندان رجایی شهر خواهند اعدام کرد. نظر شما درباره این چیست که این ترورها، ببخشید، این اعدامها، حکم اعدامهایی که اینا صادر کردن در کردستان گرفته تا بلوچستان، این به نظر شما رابطه این با ترور مولوی قلمدر زهی دیروز چی می باشد؟ عرض به حضور مبارک شما که مولوی قلمدر زهی شهادت ایشان هم و شهادت اون برادرانی که در بزرگ شهر شهید شدن و اون کسانی دیگه که در نوبند هستن، اینها چیز تازه و چیز عجیبی نیستن. ما و شما بارها شاهد چیزها بودیم و جلوتر گفتم که سیاست جمهوری ایران دیگه این دولت مردانی که میشینند و میرند در قبال اهل سنت هیچ تغییری نمی کنند. درست. ما باید انتظار جز این چیزها از اینها نداریم. درست. باید واقعا عبرتی باشه برای ما اهل سنت به ویژه. هنوز هم دروازه های توبه باز است. دولت مردان ایران توبه بکنید، به طرف خدا رجوع کنید. برادر عزیز، این آخرین چند دقیقه رو برای خود شما میذارم، منبر شما باشد. هر چیزی که در دلتون هست، شما رنج بیشتر دیدید تا اینی که از ما. بنابراین این چند دقیقه اخیر رو آن چیزی که در دل شما هست، پیامی که دارید برای ملت ایران، به ویژه اهل سنت ایران، به ویژه اهل سنت بلوچستان، شیرمردان و شیرزنان بلوچستان، بفرمایید. این چند دقیقه اخیر رو کاملا در خدمت شما میگذارم. بفرمایید. در این سه دهه، خصوصا در دهه اخیر، ملت اهل سنت ایران، خصوصا ملت بلوچ، که من بیشتر تمام ملت اهل سنت ایران و ملت بلوچ به خاطر اینکه نزدیک هستن با ما و از اینها ما بیشتر آگاهی داریم، از زاهدان تا چابهار در هیچ خانواده الان نیست که یک نفر شهید داره. من به شما چند تا مثال میدم. حاجی خدابخش یکی از مبارزین بود، از پنج برادر یک برادر مونده. حاجی لال محمد شهبخش شش برادر یا پنج برادر بودن، یکی هم مونده از یک خانواده. و چندین خانواده همینطوری هست که اینها تمامی خانواده های اینها را یا اعدام کردن یا ترور کردن. ملت داغدار داغ دیده هستن. شما در منطقه کورن، سرجنگل یا پیر سوران برید، تعجب، سبحان الله، هیچ خانواده نیست که در اون یک یا دو جوان شهید نشده باشن. و اون اینها انشاءالله امید داریم از خداوند متعال که رایگان نمی روان و بساط این دولت رو انشاءالله همین ان شاء الله. فرعون ها رفتنی هستند از مصر تا این ولایت فقیه، ان شاء الله. ان شاء الله. دنیا مال قدرتمندتر بودن اتحاد جماهیر شوروی آمدی امپرات روحی قدیم را می‌بینی و شان و وحدت بیشتری نسبت به امپرات. دقیقاً. برادر عزیز، من شما خیلی تشکر می‌کنم. جزاکم الله خیر. تسلیت عرض می‌کنم به شما، دوستانتون، فامیلتون، هموطنان عزیز بلوچ، چه در ایران باشن چه در خارج کشور باشن، به تمام اهل سنت ایران تسلیت عرض میکنم و تشکر میکنم از شما برای این مصاحبه خیلی زیبا. در خدمت شما هستیم، شبکه وصال فارسی در خدمت شما عزیزان هست، در خدمت تمام اهل سنت ایران. از شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار شما. سلام علیکم و رحمت الله
و برکاتو. بینندگان ارجمند، این برنامه ویژه بودش سبحان الله درباره ترور دیروز مولوی قلمدرزهی. یعنی تصور بکنید حکومتی اصلاح طلب که بر رأی اهل سنت به رو همین کرسی که رسیدن، مقامی که دریافت کردن، با بدون رأی اهل سنت و جماعت ایران هرگز به این مقام نمی رسیدن، هنوز درست حکومت نکرده، 26 تن رو در کردستان اهل سنت جوان رو، اصلا نه به اونهای، اصلا نه به هیچ حزبی گروهی، نه مسلح به غیر مسلح، در شهر خودشون سنندج و غیره که اکثر اهل سنت دعوت کردن و از اعتقاد خودشون دفاع کردن به تهمت نمیدونم وهابیت و غیره، بیش از 25 تن حکم اعدام که اونجا صادر شده، حکم اعدام مولوی نقشبندی در بلوچستانمون و چندین نفر از همراهان ایشون، و دیروز هم ترور مولوی قلمدرزهی معروف به مولوی اسماعیل که الان شنیدید یکی از همراهان ایشون جزاه الله خیر برای شما این شخص بزرگوار رو معرفی کردن، و این نهج و روش خون آشوم حکومت سبعی باطنی رافضی ادامه داشت و خواهد داشت دوستان، و این عبرتی برای اون کسانی باشن که فکر میکنن با رأی دادن به نمیدونم به اصلاح طلب و آخوند مدرن و روشن فکر، که اصلا همچین چیزی نیست. هر کسی که اینا، که یکی از این عمامه های صفوی سفید باشه یا سیاه مثل قلبشون باشه، رو سرشون داشته باشن، نهجشون همینه. و اهل سنت ایران که نمیدونم 1 میلیون نیستن، 1% جمعیت نیستن، 1/3 جمعیت، 1/3 جامعه ایران، حدودهای مرزهای کشور رو تشکیل میدن. میدونید چقدر مهمه دوستان؟ علاوه سیاسی مرزهای یک کشور یکی از مهمترین نقاط کشور میباشن، ولی اینی که صحرای مرز باشه، مرزهای این کشور رو تشکیل میکنن، در واقع قدرتی در دستشون هست. اما بایستی بیدار شوند، بایستی بیدار شوند، جوانان باید بیدار شوند، باید برگردن به دینشون. جوان و پیر اگه همه برگردن به دین، خداوند نصرت میده. آخوندها ببینید چه انجام دادن که ملت شیعه ایران از دین داره فرار میکنه، این دیگه بر هیچ کس پنهان نیست. اگر شما بیدار شوید، هویت خودتون رو حفظ کنید، که قبل از هر چیزی، قبل از زمان، قبل از بلوچ بودن، قبل از کرد بودن، قبل از فارس بودن، قبل از ترک بودن، قبل از عرب بودن، مسلمان بودن شماست، موحد بودن شماست. و اگر پیروی بکنید از قرآن و سنت، خداوند بهتون نصرت میده. هر چقدر این فرعون این زمان، خامنه لعنت الله علیه، بزرگ باشد، هر چقدر به ظاهر بزرگ باشد. دوستان، این ویژه برنامه‌ای بودش با یکی از همراهان مولوی قلمدرزهی معروف به مولوی اسماعیل که دیروز در پاکستان ترور شدن از دست مزدوران حکومت خوناشوم سبعی رافضی صفوی ایران، که تسلیت عرض میکنیم به فامیل ایشون، به دوستان ایشون و همراهان ایشون و به تمام ملت ایران، عام از اهل سنت و شیعه، هم از اهل سنت و شیعه. شنیدید این هموطن عزیز بلوچ اهل سنت حتی تفرقه بین شیعه نکرد، نیومد عوام شیعه رو بکوبه و بگوی که نمیدونم ما جنگیمون مشکلمون با مردم شیعه، اصلا و ابدا. اتفاق دارن ملت ایران که آخوند رافضی سبعی دشمن ملته. دوستان، به پایان این برنامه رسیدیم. بازم پوزش میتلمم که امروز برنامه بوچکن رو همونطوری که دیروز وعده دادم بنده، امروز ساعت 3 خواهد بود، نتوانستیم اجرا کنیم بخاطر این برنامه ویژه. بنابراین این چلا فردا ساعت 1 به وقت لندن، 4:30 به وقت تهران و کابل در خدمت شما عزیزان هستم در برنامه بوچکن. تا موقع همگی شما رو به خداوند یکتا می سپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.